سلام، مترجم جدیدتون هستن، هایی بدیم بهشون. چرا اینقدر زود اومدی؟ قرار یه ساعت دیگه بیای. این حرکاتم رو برنامه های توره؟ نه، اینا جزو برنامه های تور نبود، ولی خب اینا میدونی فیلم عروسی منو دیدن. خب عروسی من خیلی عروسی لاکچری بود، بعد خیلی گرم بود وسط دیگه، بعد اینا هم کنجکاو حواس کردن، خواهش کردن از من که بهشون یاد بدم. چون من دیگه پیو گوشیب نیو؟아니요. 아니, 마이어 씨가 우리가 원하면 이 주물 가격을 반대로 배워준다고 했어요. 맞지? 치미기, 만 나디드 베토가 민 다르 두룩 미가. 미기, خودت به ششان گفتی نصف قیمت یادشان میدی. آن نصف قیمت رو میدونید؟ رونق مجبور شدم رونق. هزینه ها خیلی رفته بالا. بله خودمون بمونا. بقیه‌شان کجان؟ بقیه نه، یه دو نفر دیگه مونده، دو نفر رفتن یه هوای بخورن این دورو برن. 다른 친구들은 어딨어요? 아, 집은 있어요. 발로 페레스터디 샨체가. 발치. 빨리 와. 컴온. 패스일 좀 베기리 고 코닝 베리. 고건 보러 패스. 패스. 고. 노노스, 맘 아미 나잖아. 지금 이거 뭐 파인 담에 달려 뭐. 맘 그럼 두 사람 جمعش میکنم به شما اضافه میشیم دیگه. 나자레 چیز خودم برم بالا به شیشان اضافه بشم. من نظرم کاملا منفیه، شما خودتون بریم بالا به ششان اضافه بشین. رونق وایسه 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 وایسه. رونق گوش کن، گوش کن، راه بیا دیگه رونق. چرا از راه نمیای اومد؟ گوش کن آخه. رونق فعالیت فوق برنامه گذاشتم براش. اینا پایه‌هاشون ضعیف آخه رونق. رونق بیا مورد دم بده. رونق گوش حرف منو. به خاطر معیا. رفیق بعد زغالم بو ده بار بهشون میگم نکشید، اینو ضرر داره، یه اخلاق بدی که دارن، یه چیز یه بار استفاده کنم بازم دلشون میخواد. میدانی داری چه میکنی مهیار؟ یه از هر مخدری بدتره، رو جمعش کنه سری سری. معنی به دایی میگم و همه چیزه، سری جمع کنید دیگه بابا، این چه مسخره بازی آخه. جمع کنید، گل کنید همتون، بذارید پایین. دیگه دارم حال میکنن آخه. شماره 112 به واجه 3. سلام علیکم. سلام. کارت شناسایی لطفا. بکنیم. جناب. بله. چک تو موجودی نداره. نداره؟ نه نداره. چیکار کنم؟ خانم تو رو خدا یه کارش بکن. من یه کارگر سادم. بعد از چهار ماه بی پول این چک رو دادن دست من. دست من که نیست آقای محترم. میخواد یه زنگ بزنید بهشون بگید که حسابشون خالی و پر کنن حسابو. خانم جان، اینا تلفن من رو جواب نمیدن. دو ماه طول میکشه تا یه ملاقات با ما بذارن. خب پس این چه خدمت شما باشه، هر وقت پول اومد به حساب بیاریدش. امر دیگه ای ندارید؟ خانم جان، میشه نصف این مبلغ پولو به من بدید، نصف دیگهش هر وقت پول اومد به حساب. مال خودت. نمیشه آقای محترم. میخواین چکو برگشت بزنم؟ برگشت بزنی؟ اینجوری هم پول اومد دست میدم هم کارمو. میخواین از بانک زنگ بزنیم بهشون بگیم که چک دارن پشت واجه ولی موجودی ندارن؟ نه ممنون، اینجوری اخراج میشم. خب اخراج بشین. کاری که حق و حقوق نداره رو میخواین چیکار کنیم؟ ای خانم جان، بی پولی یه درده، بی پولی و بیکاری دو تا درد. شماره 113 به واجه 3. سلام علیکم. فردم خوب و خوب هستین، سلامتی فنم. ما یه حسابی داشتم اینجا، میخواستم یه صورت وضعیت بگیرم. کارت ملیتون رو لطف کنید. کارت ملی همراست یا بدون خدمت هست؟ بفرمایید. خسته نباشین، خیلی زحمت میکشین. واقعا چند لحظه ماسکتون رو بزنید پایین. یه درد من نه. شما آقای خانزاده هستین؟
خودم میشم. من نورالدین خانزاده. آقای نورالدین خانزاده. رئیس خیلی وقتی که منتظر شما هستن. تشریف بیارید با من. تشریف بیارید طرف خواهش می‌کنم. نه 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 خیلی فکر کنم سی تفاهم شده. از اجازه بدید. بنده با احتساب خونم دیگه دو دو تو حسابم بوده. سلام علیکم. سلام علیکم. بابا یه کاری بکن. بابا نگران نباش. آقا نوری بام میون تو اتاق. داره منو میبره. بابا نگران نباش. پاشو پاشو. بفهم. خیلی خوش اومدید. ایوال بانک مشتری مدر که میگن یعنی همینه احترام میذاره به هر بابا رقم بالایی هم هست بله چطور متوجه واریزش نشدین؟ مگه پیامک نمیاد برادر؟ والله به قرآن این روزا انقدر پیامک های متفرقه میاد آدم قطعی میکنه بعد دقت هم نمیکنه تو این پیامک دادن مثلا برای من پیامک آمده لوازم آرایشی برای دخترم پیامک رفته درمان تحسیسه بابا عمه دارم 5-6 تا 70 سال به بالان برای اونا اون بده پیامک آقا جهیزیه قسطی به شرط ازدواج اصلا خب این قشنگ نیست تازه یکی میگفت هر کدوم از این پیامک‌ها رو دونه 16 تا تقریبا پامون سب میکنه بفرمایید یعنی در روز شما 5-6 تا بفرستید روز میشه 80 تومن ماهش 2-300-400 و این کم رقمی نیست برای خودش برای شما که رقمی نیست ماشاءالله به اندازه 20 برابر بودجه عمرانی سالیانه روساتان پول تو حساب داره. آیه رئیس من خدمت اون همکار شما هم عرض کردم گفتم حتما اشتباهی شده. خدا شهده اینم شهده من به محض اینکه این موضوع رو فهمیدم پریدم ترک موتورش آمده میگه. چرا؟ چون احساس مسئولیت میکردم. اصلا همینجوری تو رو میره بنا دیگه. الان اشتباهی چند میلیارد اومده تو حساب من داره خاک میکنه. چند صد میلیارد یکی دیگه اشتباهی وارد میداره میبره. خب چه اتفاقی میفته؟ اینجوری دست مسئولین از نقدینگی خالی میشه بعد مردم برشون سوء تفاهم میشه فکر کنم مسئولین رسیدگی نمیکنه درست میگم؟ بله درسته آقای رئیس این آقا نوری ما خیلی گله هرچی میگه راست میگه بله ما هم دورا دورا خوشنامی ایشان شنیدیم بله ولی قبول کنیدی که میگید نمیدانستید چنین رقمی به حساب دان آمده یه مقدار دور از ذهن من دروغ ندارم که خدمت شما بگم بله اخیراً یه 4.5 آمد تو حساب من که من فکر کردم اون 45,000 تومن یارانه است اصلا شما گوشی موبایل منو ببینید نگاه کن ببین چقدر صفحش کوچیکه این اصلا 4-5 تا صفر بیشتر جا نمیشه خیلی قنجمه اینجور جمع جوره بسیار خوب ولی برای از این به بعد دادم باید یه گوشی بزرگتر بگیر انشالله چون هیچ اشتباهی نشد این پول مال خود شماست اجازه بدین این پول توسط آقای پاشا خداپرست به نام و مشخصات کامل شخص شما واریز شده بابای نازنین شاید اسم دخترش آنها ایجا ننوشته اوه جالب شد نازنین کیه؟ نکنه که بکن بابا گوجا گوش نکن نازنین کیه؟ آقا حتی نده اشتباهی اصلا شک نکنی که حتما اشتباهی شده چون این آقای پاشا خدا پره چه مدت پیش فوت شده خدا بیا مرزیشن بله ولی ایشان این پول قبل از فوتشان واریز کردن الان هم چون از دنیا رفتن یه سری موانع قانونی به وجود آمده حساب شما فعلا مسدوده ولی مشکلی نیست کارای اداری شکه انجام بدین حسابتان باز میشه توصیه برادرانه ما به شما اینه که به این پول دست نزنید در واقع الان پول دان در بهترین و امن‌ترین جای ممکنه یه حساب جدا برادران باز میکنیم 15% هم سود میدیم به شرطی که تا یه سال دست به این پول نزنید 15% رفیق من رفته بانک یک دهم این پول شما رو سرمایه گذاری کرده 18% به سود میدن هر موقع دلش بخواد حق برداشت داره آقا خب اگه نظرتون رو اینه که ازش برداشت کنید ما خودمون 20% هم داریم ولی خب اونم یه سری قواعد خودش داره کلش توی کاتالوگ آمده و خوشحال میشم مطالعه کنید به نظر من بهتره که شما اینو مطالعه بفرمایید البته اگه پیشنهاد بهتری داشتید تلفن من تنها شب بازه اما اینو بدونید میلیاردرها زیاد منتظر نمیمونه یعنی شما فکر میکنید که اون به خاطر این پشود آمده خانه من؟ اون کیه؟ اون وکیله چه ربطی داره به این؟ شایدم این اون کار کرده که از این طریق منو واسه بکنه به اون ولی اون نمیدونسته که این اون کار کرده چون اون اگه میدونست این اون کار کرده ممکن با... الان اونا به من نیاز داره نه من به اون نپرشو توضیح بکنم آخه این داره از اون قضیه عب میخوره اول این پول واریز کرده بعد اون کار کرده پیدا شده آقای خانزاده آقا تشریف داشته باشید پشیمان میشید آقای خانزاده بیا بابا آقا نوری اونا باید التماستو بکنن نگران چی؟ ببین تو دیگه یه آدم معمولی نیستی بابا آقا نوری ببخشید بلاس دکتر من باید جواب بدم جواب بده جواب بده الو جواب بده سلام شیلن جان چطوری خوبی؟ گوش کن شیلن یه جا هوا سرده ها تا میتونی لباس سر بچمون کن با
باشه باشه. چی؟ شیر خوش؟ آو شیرن گیم تو خود دکتری. ببین بهترین و کاملترین شیر برای بچه شیر مادره. یعنی چی نمیخوره؟ با بذار خودم میام خونه میشنم تو که منطقی باید صحبت میکنم میخوره. نگران نباش. گوش کن. تا الان اینجا مگه چیزی نیاز داری چون من شهرم. بگو تا بگیرم بیارم. قهواره؟ با آخه بچه قهواره میخواد چیکار؟ گوش کن شیرن جان. بهترین و کاملترین گهواره برای بچه آغوش مادره. باشه بابا باشه جیغ نزن سبایی نشو میگیریم. باشه باشه باشه. گوش کن یه چیز جالب برات بگم خیلی هیجان داره. باقنوری اومد این بانک یه پول هنگفت اینه بگم بده من این گوشی ته ببین چی دارم بهت میگم به جان همه دخترم قسم اگر از این ماجرا به کسی چیزی بگی دیه کامل از تو 28 قسم پرداخت میکنم یه گانه پک و اسری در روی گیاهیم با من اشانتون میذارم روش گرفتی؟ آقا نوری من که نمیتونم بزنم دروغ بگم من باش اف بستم آقا پیمان بستی ببین نمیتونی دروغ بگی ولی راستشم نبه ای سلام علیکم ببخشید نه داشتیم شوخی میکردیم خب خوبی وای جان سلامتی یا این پشت کارت دارم بینجا من حجابگی بعد میام ولی دروغ نمیگم بزنم من زیر یه سخت دارم باید زندگی میکنم با آگیم چش آقا نوری چش گرفتی؟ راستشو نمیگم ولی دروغ هم نمیگم ها میگم رفتیم برای بانک کل پول مال خود آقا نوری بود همینو میگم یه باشه باشه باو چش راستشو نمیگم دروغ هم نمیگم میگم من رو موتور نشسته بودم آفرین خود آقا نوری رفت تو بانک بعد من دیگه خبر ندارم چی باریک الله پس از این موضوع دیگه با کسی حرف نمیزنم دیگه هم عمو کاوز توی ملعه هم با شوخی نمیکنم دیگه سر زمین زراعی ترک نمیکنم بزنت هم هی نمیگی دکتر گرفتی؟ باشه باشه بفرمه بیتریه که بشی مشکستی با او به هر منجینی سنه چرکه وقتی بوانه به هر منجینی سنه چرکه وقتی بوانه بیم بلا بیرزانه بیم بسی و بمهرم آقا یزاری این بذار اونجا آقای میرزایی یگونی بذار اونجا آقای مهدی تبار سگونی خانم تکلو سلام خانم اکبری خدا قوت یه گونی بفرمایید بفرمایید بذار زمین سلام امو ادریس سلام دخترم یه گونی آوردیتون ببر بذار اونجا چش یک گونی همین دوتاست؟ فعلا بله انشالله تا غروب یه دو سه بسته دیگه تحویل میدیم خب اینم که نصف نیمه است و خالیه خودم اینجوری پرش کردم که هواخور داشته باشه مگه نه هرچی توش باشه که میپلاسه جسارت هم آقا بس نکن من نمیدونم تو میپمی یا دختر دستگل من که فقط دو تا فوق دیپلم داره بپم چه داری میگی آخه مسئولیت داره اجازه بدین باید پر باشه اینا آقا ادریس بنویس بذار بره به خدا دو تا کیسه به این بزرگی به اندازه یه پاکت کوچیک چیپس هوا توش نیست نمیشه نمی نویسی؟ نه آقا کی گفته که باید ادریسی گونیا تحویل بگیره؟ کی گفته؟ تو خودت هم یک کارگر ساده ای خر برداشته درست؟ امانت دست آدم های فرصت طلب تا چش آقا نوری دوردی سری آمدی پست و مقامی برای خودش جور کرد نه فرصت طلبم یا اونایی که سر هر زمینی بو کباب میشوند سه سوته اونجا پیداشان میشه چه داری میگی ادریس؟ تاریخ پر از آدمایی که پی به اشتباهشون بردن و تغییر مسیر دادن. ایول آقا معلم، چه جمله باحالی گفتی. الان یادداشتش میکنم با اجازهت. من واقعیت میگم. کی بود به خاطر 200 هزار تومان بیشتر رفت سر زمین کیوان سلمان؟ شما خواهش میکنم تو مسائل خانوادگی وارد نشین. کی بود نوردین تو اوج بحران روحی روانی اقتصادی فروخ به پول بیشتر؟ من آقا خانم! بیمزه ها مگه من آقا خانم با شما شوخی داره؟ بله که داره ما همه مان یه جورای بچه های عمروم حساب میشیم کی اولین نفر کشف کرد که زمین به دور خورشید میچرخه؟ من آقا خانم!
بفرما. کی مونن ایرون هنگدونگی ایننده هنانن هنگدونگی ایکو هنانن هنگدونگی اپسا باشه باشه بخندی. امیدوارم خوشحالیتن به خاطر اون 4.5 میلیارد نباشه که خود آقا نوری گفت که اشتباه شده و مطمئنم بعید میدارم دست به او پول بزنه. از کجا معلوم اشتباه شده؟ شاید قرعه کشی مره کشی چیزی برنده شده باشه. ما خودمان چند سال پیش تو قرعه کشی بانگ دن ساعت دیواری برنده شدیم. یوسف یادته؟ آره نرگس یادمه، ولی اگه یادت باشه زمانی که رفتم حسابم رو بستم حسابم کمش کردم پولش. آقا شادم به یارانش دست نزده، همش جمع کرده شده 4.5 میلیارد. چه میگی اوسو غلام؟ حتی اگه عمر امو کاووس هم کرده باشه بازم یارانش به 4 میلیارد نمیرسه. نشینم بگی هزار ماشاءالله. هزار ماشاءالله. بارها گفتم بازم دارم تکرار میکنم، تاریخ تولد من اسفند 1342، یعنی همو 43. والا جالبه، پدر متولد 43، دختر متولد 58. تو کجا تاریخ تولد دختر منو میدانی پوزور؟ بیانجا بینم، بیانجا. ببخشی همو کاووس، به خدا هم اینجوری حد زدم. تکرار نشه آه. باشه. نوردین خودش آمد. خیلی خوش آمدی آنور. قربانه. تمام این مردم اینجا جمع شدن که به شما برگردن بگن که آنوری چه پول داشته باشی چه نداشته باشی برای ما عزیزی و دوستت داری. به افتخار آنوری. آبرامویچ روستا بیا رو کول دوستا. 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 بگر اجازه بدید بگر این چه کاریه دوستان با همراهان همیشگی من لطفا ساکت. ابراموویچ کیه؟ ابراموویچ؟ ابراموویچ تاجر پولدار روسی بود که در سال 2003 باشگاه چلسی انگلستان رو خریداری کرد. راست میگه؟ راست میگه. من در حساب این تاجر پولدار چه ربطی به من داره؟ شکست نفسی نفرما نوری جان، ما همه این دانه های زنجیر به هم بستیم. خب سرکار میلیاردر باشی انگاه که همه ما میلیاردریم، چه فرقی میکنه؟ آقا امو کاووس کرد الان اینو دارم بلند میگم که همه بشنوید، اون پول اشتباهی اومده تو حساب من، اصلا هیچ ربطی به من نداره. در حضور این آقا ای آقا شما شاهد هستین رفتین بانک. بله بنده دوش به دوش پیشون بود. قربانت رئیس بانک به من گفتش که آقا این پول اشتباهی اومده تو حساب شما، بلوکز و اصلا شما نمیتونیم برداشت کنیم. 4.5 بلوکش هم قشنگه. تا پول پس نگیریم آروم نمیشینیم. تا پول پس نگیریم آروم نمیشینیم. اجازه بده بابگن اجازه بده. دوستان و همراهان همیشگی خودم، من صمیمانه از حضور و همراهی شما تشکر میکنم. دست همه شما درد نکنه. به محض اینکه اولین محصول من تحویل مشتری بدم، به امید انشالله حق علیه باطل، به امید حق علیه باطل از خجالت همه شما در میام انشالله. قربانت. آقا نوری ما به خاطر پول اینجا کار نمیکنیم که. هپس یه لطفی کن به ما بگو این 4.5 کی آزاد میکنی؟ بابت دختر من عزیزم، الان خدمت امو کاوز بابه شما گفتم که این پول اصلا هیچ ربطی به من نداره، اصلا مال من نیست، اشتباهی اومده، اصلا فراموشش کنی. خداحافظ. شنیدین چی گفت؟ خبری از 4.5 میلیارد نیست. بفرمایید برید سر کارتان. مفهوم شد؟ ابراموویچ روستا بیا رو. بابا دزدی من دیگه هی ابراموویچ. ای رولی کلمن دایی. جان دایی جان. جای بعد. جازه بده. جازه بدی. بیا بابا جان بیا. این جای بابا جان. آمدم دا. این من این خنده رفتم یه همیزم هست. والا تا 2 ساعت پیش که تو خانه بودم الان شنیدم. چطور مگه؟ هیچی با بگم، فقط باید تکلیف این سری چیزا روشن بشه. وحید جان، جونم رئیس من، بی زحمت میشه من تده به خانه برسنی؟ حتما. چرا وحید برسانم؟ اگه ما مردیم خودمان میرسانیم نوری جان. با چی؟ با هلیکوپتر؟ با هر چی. آبرامویچ روستا بیا رو کول دوستا. آبرامویچ روستا بیا رو کول دوستا. آبرامویچ روستا بیا رو کول دوستا. آبرامویچ روستا بیا رو کول دوستا.
بیا رو کوه دوستا، آبرامویچ روستا بیا رو کوه دوستا. سلام. ای وای مهیار، ترسان دیته بری چه خانه ای الان دیگه. رونق توریستا رو برد سر زمین، بعد من میدونستم میخوای بیای خونه سری وسیله برداری، گفتم بیام خونه دوتایی کم یه دیدارو تازه بشه. هی انگار رفتم سفر قندهار، خانه بابا مینام دیه، تو هم که ماشالله همیشه همونجایی. میدونم همش همونجا هم دیگه رو میبینیم، ولی میدونم وقتی که باردار شدی چند وقتی که خونه خودمون نبودی. روجان من خیلی مرد احساسی هستم، تو اصلا نگاه به این قیافه زمخت و مردونه من نکن. زیادم زمخت نیستی، کلا آوردی برام، دستت درد نکنه. خدمت شما. وایسا اصلی مونده مادام، مادام مادام اینجا. وایسا 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 وای 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 دوام دوام من دست درد نکنه. چیه این مناسبتی چیزه؟ مناسبت چیه؟ تو بذار رو حساب دلتنگی، تو بذار رو حساب عاشق پیشگی من بیش بدی. چقدر فضا یه رومانتیک شده اینجا، نه یه موزیک جاز رومانتیک آروم بذار. خیلی ریز خیلی الان فضای ما میخوره. وای مایار سکه گرفتی برام؟ این تلاس؟ واو چی میگه خانده؟ ببین این اگه تلا نبود من که به تو کادو نمیدادم میشه باشم. آخه سکه میگن خیلی گران شده، بری چقدر زحمت کشیدی. بابا چه زحمت، همین شادی خودتو میبینی الان، همین برای من هزار میلیارد بیشتر میارزه. هم میدین من ببخش آقا، من پول دارم اونجی زیاد نبود، نتونستم کاملشو برات بگیرم. فدای سرت، قصه چه مخوری؟ والا من به نیمشم راضی نبودم، همین شاخه گله برام پس بود. روبه؟ آره روبه. میدونیم من پولو دادم آقا سلطانی بره بگیره، یه وقت سر من کلا نزداره. سلطانی! سلطانی یه لحظه بیا! سلطانی! سلطانی رو پشت بام خانم ما؟ آره بهت نگفتم ما بعد از اون مراسم داریم، این توریستا دارن میان، خب بعد صندلی داره میچینه که وای خدا چیه مایا رو ببینه چی یختر بهش اینا بدین. سلام روشا خانم. سلام. ببخشید من نمیتونم شما تشریف بردید. خواهش میکنم. حال تو خوبه؟ خیلی ممنون. به بچه آهنگ قشنگی بودش. میگم آقا این سکه که گرفتی چی نیمه ربع چی هست اصلا؟ عرض کنم خدمتتون لازم به توضیح شما نیست، خودم فهمیدم از این سکه گرمی است. خیلی اشتباه فهمیدید، اینا سکه های صوتیه. صوتی چیز دیگه؟ عرض میکنم ببینید هر یک کیلوگرم هزار گرمه، هر گرم هزار میلی گرم یا هزار صوته. اینی که من مالتون گرفتم صد صوته، یعنی اگه پنجرتون وا باشه همچی یخت بادم بیاد ورش میداره میبردش. حواستون باید خیلی جمع باشه، عین هو پرکا سبک. سکه زیر صد هم داری؟ نه دیگه، زیر صد صوت که دستگاه هم پرس نمی کنه، له میشه میره به خود دستگاه. آقا سلطانی من مگه بهت نگفتم دیگه آقا صوتی چرا گرفتی دیگه؟ حتی اقل قدم روب بگیر دیگه. آقا شما 150 تومن کفت از من گذاشتی؟ آره 150 تومن دارم. انتظارم داری بنده شمش طلا برات بگیرم؟ خانم امرو با 150 تومن 4 تا شیشه روب به گوجم بهت نمیدن. ناراحت نشده صد رنج، خیلی سر مسائل کوچیکی تو ناراحت میشی. روشن حیف این رابطه ما نیست، خدا عاشق ساله و سعید بکنه. حالا من به شما گفتم یه هدیه همچی جالبی هم نیست، گفت نه باباش پول داره و 4.5 میلیارد پول تو حسابش داره و من فقط باید دلشو به دست بیارم آقا نوری پول بگیرم. سلطانی سلطانی اونجا به دنیا بیاری چی کار داری با من میکنی؟ گفتی دیگه این رابطه تو چی کار کیجو؟ پس قضیه دلتنگی و عاشق پیشگی و اینا همش علکی بود. کورخاندی مهیار خان، بابای من یک قران از اون پول نمیاره تو خانه و زندگیش. باشم وایسا وایسا گوش کن، جبران میکنم پول لازم بیاد جبران میکنم. الان نه که شرایط یه جوریه باید منطقی هست الان اگه بابات به ما کمک نکنه ما چطوری 4 ماه دیگه بچه بریم تو مونترال کانادا به دنیا بیاریم؟ مونترال کانادا؟ خانم ببخشید اگه شما همین امروز برید اونجا بچه رو به دنیا بیارید حداقلش 20,000 دلار جلو میافتید. کس چه میدونه تا 4 ماه دیگه ارز بالا میره پایین میاد؟ کس نمیدونه که. میگم آقا یعنی الانم میشه به دنیا آورد، پس این 9 ماهی که میگن چیه؟ چرا نمیشه؟ هیچی نشدنی نیست، فقط باید ببینید صلاح اقتصاد و مالی چی چیه.
بفرمایید آقا. خداحافظ. خواهش میکنم بفرمایید. بیان کسی بدون هماهنگی با ما توی خانه رفت آمد نمیکنه ها، فهمیدی؟ میرم بعد ناراحت میشم. ببخشید نگاه کن، فقط یه نکته من بهت بگم. من پیش اندی کارسون وقت گرفتم، من تنها اونجا به درد نمیخورم پیش دکتر زنوزا ایمانگه. اندی کارسون؟ آره، دکتر جوزف اندی کارسون، بهترین متخصص زنان زایمان مونترال. من پیش اندی مندی نمیرم ها، همین بطول خانم دهات بالا چیزشم اگه والا مملکت خودم بول بکنم کجا برم؟ نگار من عقده کانادا دارم. ببین روزا، منم عقده کانادا ندارم. چرا فکر میکنی من عقده کانادا دارم؟ ولی دکتر اندی کارسون به هر کسی وقت نمیده. من فیلتر شکم بس شدم، تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. مهیار خیلی حرف میزنی، این سکه و این گل تا بگیر بیان با من حرف نزن. نقشه میکشه، بیتربیته، هر روز یه گندی میزنه، هر روز یه حرص و جوشی بشه میده. روشان روشان تنها درد گران، تنها نظر دیگه روشان. بیا اون چیه؟ چرا اینطوری میکنی؟ من اصلا کادو نمیخوام. اصلا به من چه، بیا خودت بخور. باشه باشه، بیمار رو تأخیر کن. تو که خود میدونی من اگه یه ذره جون تو بدنم بود دست نیاز به کسی دراز نمیکردم. والا ما از وقتی که تو رو دیدیم همش دست نیاز جلو دیگران بود. چطور تواناییشو داری از سلوله بخوری بری بیرون، ولی تواناییشو نداری قاشق غذای خودتو بیاری بالا بذاری دهنت؟ چون الان گناه من چیه؟ گناه من اینه که واسه زنم گارچم کادو خریدم؟ تو اگه نذاری من محبتمو بهت نشون بدم که تو اتصالی میکنم میسوزم، بفهم. من کادوی تو رو قبول میکنم به یه شرط. چه شرطی؟ به شرط اینکه اصلا راجع به پولی که تو حساب بابای منه هیچ حرفی نزنی. قبوله؟ حالا یعنی تو فکر می‌کنی من چش دوختم به اون کندرگازی که بعد دوست بابات؟ چش ندوختی؟ چرا دوختم؟ ولی واسه یه تومنش، نه واسه همش. او بالاخره منم دامادش، ما الان 30 تومن نداریم پول پیشه خونه بدیم. حداقل یه میلیاردشو به ما بده، یه خونه توپ می‌گیرم واسه سر تا پا هیکلت هم می‌کنم حنا. چطورم؟ خسته نشی. 10 تا گونی حنا همش 100,000 تومنه. مرجان گفتم با بیمار کلکل نکن. میدونی که با اکسیژن خونم بیفته اون وقت داستان میشه، بگیر. نمیگیرم. مرجان با من کلکل نکن. گفتم صد اکسیژن خونم بیاد پایین برای داستان میشه، میفتم رو دستت بگیر. من اینو نمیگیرم. مرجان ببین الان صد اکسیژنم رو 70ه، برسه رو 60 یعنی برسه زیر 60 حتما تو کما رو دستت میمونم. بردار گفتم. یه جوری میگی انگار آدم میدونه صد اکسیژنش چقده. ما هم خانواده هایم که میدونیم، همین الان رو 70ه دار. داری بیاد پایین. شصت و دو. سیروس این اداها رو در نیار، من تو رو میشناسم. فیلم بازی نکن. مبارک. من تو رو میشناسم. مون مرجون این کارا چیه میکنی؟ مگه دو سالته؟ فقط نری بیای بگی من حوصله اخماتو ندارم و طاقت ناراحتی تو ندارم. خودت شروع کردی، فهمیدی؟ این کردیم کادو بخر یه جوره، کادو نخر یه جوره. اگه ناراحت نمیشه آب لیمو میاری؟ با فلفل سیاه. آقا دست شما درد نکنه. واقعا ممنونم از همه شما دوستان و همراهان همیشگی. گرچه من هنوز دلیل این همه ابراز احساسات و محبت شما را درک نمی کنم، نمی فهمم، ولی به هر حال
دست شما درد نکنم. ممنونم. این همه مسیر طولانی زحمت کشیدن ایشان منو روی دوش آوردن. دیگم به زمان کلی از ایشان تشکر کنم. من دو اسم متأخر قشن صدای استخاناشه میشنیدم. استخانات صدایشه میشنیدم اینجا. اوری سام چون دلمک مال تگی هجوش استا کم سام نیدا. نیو کنچنه او اوری دو یگی اساسه او چم چمی اساسه او. دیگه نبا بای حرفا چیزانه او کردم. اینو مگه یه اصطلاح دارن؟ ما به ترجمه کوتاه اعتقاد دارم. جان کلامش همان نو کردن بود. پرواز نکنی؟ خیلی خوبه بگی. آرام باشید. دست شما درد نکنه. به هر حال من خیلی دوست داشتم که پذیرای همه شما باشم، داخل خانه پذیرایی بکنم. ولی شرمنده یه سری کارهای مهمی دارم که در اصل وقت باید حتما انجام بدم. ایشالله تو فرصت مناسب تری در خدمت همه شما در منزل خواهم بود. قربانت. نوری جان شما به ما خیلی خیلی رسید. قربانت. قربانت. مردم، این مرد همون مردیه که همیشه و در همه حال در خانش برو ما باز بود. امو کهوت که من یه ذره عجله دارم، ببخشید. چشم باره چشم الان زود تمامش بکنم. این مرد همون مردیه که در اوج بحران بیپولی خودش بدون استثنای نهری قصه خور قصه ماه خورده و همیشه دستگیر و توانگر ما بوده. این مرد همون مردیه که هواپیمای قطع پروش کرد اون همه ما به موقع داد. این مرد همون مردی در همه حال اسمش نوریه و داره می درخشه و در قلب ما بوده. بابا این مرد داری میگی همه رفتم. نوری کجا رفت؟ نه من هستم. بگو تو چه کاره؟ مگه من برای که دارم براوه؟ دختره شیرین گیان؟ بله بابا گیان. رو جانه بابا کجا؟ بابا ها بری چی نبین داخل؟ ببینم اون دوتا هنوز اینجان؟ عطا و نازنین جون؟ بله همون دوتایی که اومدن چوب هرج بزن به ابرو حیثیت بابن. همون دوتا بجگیر، همون دوتا خفت کننده مردان بی ادعا و ساده دلی چون من. مرد ساده دل ما اینجاییم. به به بسط کردین؟ بفرما جاییم. امیدوارم مراقب بار حقوقی حرفایی که میزنین باشین. مراقبم خانم محترم. پس بذارین اون حرف آخر همین اول خدمت شما عرض بکنم. ببینید بنده نه با 4.5 میلیارد با 400 میلیاردم بنده حاضر به تجدید فرش نیستم. تمام نورالدین خانزاده فرزند نور محمد و من الله توفیق خدا حافظ. یعنی واقعا شما فکر کردی یکی 4.5 میلیاردم ریخته به حساب شما که خوشبختش کنین؟ جلل خاله بابا من خوشکل مشکل نیستیم بدبخت. ببینید جناب نوری، از اونجایی که شما صبر لازم جهت شنیدن اصل مطلب ندارین براتون خلاصش میکنم. بفرمایید. یک، سال گذشته این خانم شما رو به عنوان همسرش به پدر پیرش معرفی میکنه که پدر آرزو به دل از دنیا نره. دو، چون پدر بیشتر از زمان مورد توافق اون میکنه شما ماجرای ول میکنین و نازنین میمانه و باباش. سه، نازنین تمام تلاشش میکنه که اصل ماجرایی به پدر پیرش بگه، ولی از اونجایی که پیرمرد آخرای عمرش بوده و هوش و حواس درست حسابی نداشته زیر بار نمیره و همچنان شمای داماد خودش میدانه. چهار، پیرمرد قبل از مرگش بخشی از سهم الارث نازنین به حساب داماد قلابی میریزه و بعدش هم 2 روز بعدش میمیره. پنج، برداشت این پول از حساب شما به هیچ وجه امکان پذیر نیست مگر اینکه مدارک و اسناد قابل استنادی به بانک و وکیل آقا پاشا ارائه بشه. شیش؟ شیش نداریم. تمام. خیلی ممنون که قنجمن جوبا خلاصه و جمع جور گفتیم. خب الان منظور شما سند و مدارک منظور چیه؟ چی جور سند و مدارکی؟ خیلی روشنه. آقا پاشا تو وصیت‌نامه‌اش گفته که این پول زده به حساب دامادش. بنابراین فقط و فقط دامادی که اسمش نورالدین خانزاده باشه میتونه این پول برداشت بکنه. نفهمیدم. خب الان من باید چیکار کنم؟
خب معلومه دیگه، شما با یه ازدواج رسمی میشی داماد و پدر ایشان، بعدم اون سند و مدرکی که مال ازدواجتانه برمی‌داره میبریم پیش وکیل آقا پاشا یا بانک، بعدش هم که مطمئن شدن شما دامادشان شدی، او 4.5 میلیارد پول ناقابل برمیگرده به خانواده خداپرست. احسنت. بعد از 2-3 روزم صیغه طلاق جاری میشه، هر کسی میره پی زندگی خودش. تموم. او یس اف کورس یس. ببخشید من یه چیزی خیلی صراحتا میخوام خدمت شما عرض کنم. شما واقعا انسان خودخواهی هستید. آدمی هستین که برای رسیدن به اهدافتون حاضرین شخصیت و عزت نفس آدمای دیگر لگد مال بکنین. ببینی جناب، خواهش میکنم از دایره ادب خارج نشی. من حرفی نزدم. دایره چی ادب جون؟ باشه من خودخواه، ولی عوض شما هم یه مورد حاد بوردر لاین پرسونالیتی دیسوردر هستی. اینا فوشه؟ یعنی اختلال شخصیت مرزی، یعنی بی‌ثباتی در روابط فردی، یعنی احساس پوچی مکرر و مزمن همراه با رفتارهای خودکشی که در اوایل میانسالی به وجود میاد. چجوری نره حفظ کنی چیزا؟ آقا جون بیا به این دختری بگو دست از این لجبازیاش برداره. من رفتم با این حالا کادو خریدم واسش، کادو رو هم قبول نمی‌کنه. بگو این رفتار رو بخواد پیشه کنه من قول نمیدم به پاش پیر بشم. آره بیا بابا دومد کادو برات خیلی. آره بابا با یال خراب تمام مصیبت ها. الان من میتونم تعمل بکنم جز تو میری دیگه این دارو برم پیدت میری بابا حرکت ها چالا هنو دو روز نیست پول دار شده. برو بیرون، برو برو کفش با میری بیرون بفرمن. بابا آقا جو هشه گوخ دارید، هشه گوخ دارید شکلتاری شدی مدس اینا چی شد پس؟ اینا کجا رفتن؟ رفتن تو نازنین خانم. چی شد یا نازنین جون آخه؟ تو رو خدا بمونی شب برین، اما ها سپردن براتون از کوهستان عسل بیارن. بابا دارن میرن، شما یه چیزی بهشون بگین. ایشون چیزی که باید میگفتن و گفتن، ماشاءالله دست به بیرون انداختنشون هم خیلی خوبه. ما زودتر بریم تا بیرون. وای بابای من اصلا سابقه همچین چیزی نداره. محض اطلاع میالانم شورای جناب عالی از خانه انداخت بیرون. آره بابا. بله الان پتش کردم بیرون. به سلامت. فقط اینم در جلی هم باشین. حساب من حتی اگه بلوکم نبود من دست به این پول نمیزدم. الانم حاضرم هر جا که شما بگین بیام امضا بدم که این پول متعلق به شما. سلام. خیر، متعلق به شما. شما فکر کردی من سنگ خودمو به سینه میزنم؟ این پول بودجه چند سال نگهداری از 2 تا مرکز حمایت از کودکان بی سرپرسته. قبلا بابا خرجشون رو میداد، قرار بود بعد از بابا من خرجشون رو بدم. باشه، چه اهمیتی داره؟ مال شما چه اهمیتی داره یه سری بچه بی سرپرست بی سرپناه هم بمونن؟ خواهش میکنم، فقط از این به بعد برای رسیدن به اهدافتون پای بچهای بی سرپرست نکشین وسط. قشنگ نیستید بده. بیا بریم نازنین، تمام ادعاهاش از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونیه. اینا میخوام بهتون نشون بدم که فکر نکنین دارم دروغ میگم، هرچند کسی که خودشو به خواب زده رو نمیشه بیدار کرد. اینو میبینین، این منم، این باباست، اینم بچه های تحت پوششن، اینم این یکی مرکزمونه که اصلا به اسم خودمه تابلوش. راست میگه. کافیه یا بازم نشون بدم؟ خب حالا کجا؟ ما باید به هم دیگه مهربان باشیم، دانا و خوشبیان باشیم، حرف بزنیم. نخیر، شما مهربان نیستین، دانا و خوشبیان هم نیستین. شما فقط توهین میکنین، باباتون فقط توهین میکنه. شما شکاکیت توی وجودتون شعله میکشه، خشمگین و متخاصمین، تحریک پذیر و جرمندیشین، پی پی دی هم هست. این دیگه فاش بود. پارانوید پرسونالیتی دیسوردر. حرف بدیزه؟ چی گفت؟ میکنم به یه جور اختلال روانی اشاره. خیلی خوب بگم، بریم داخل سری. اینجا چه کار میکنه؟ شما خوبی راحتی؟ گرم بد نیست. آقا بفرمایید پایین، بفرمایید. حالا وکیل، من الان پدرزنم یه شکایتی داشتم، میخواستم ببینم میتونم قرامت بگیرم و اینا یا نه. اون وقت برای چی؟ برای چی نه؟ منو پاوره نخونه انداخته بیرون. من مثلا تالا با جوراب تو انظار عمومی ظاهر نشده بودم. آقا بفرمایید پایین، بفرمایید. بابا خودش مسئله است، بفرمایید پایین. چی؟ به اندازه کافی پدرخانه به تو اعصابمون خورد کرده. بیاین پایین آقا. نه بابا، شما هم داغون کرد. باور کن اینا اصلا خانواده‌تان هم اینجوریان. می‌دونی من اگه خودم رو توی خانواده به بیرگی نزده بودم، تو الان اصلا طاقت نیورده بودم. آقا سیروس، از روی کابوت میای پایین یا نه؟ اومدنش که میام، ولی اینجا پر سنگ ریز از خدای نکرده. زبونم لال، گوشش ایتون کرد. حالا اگه الان پام خونت کنه، شما جواب بدی. بیا پایین، می‌خوایم بریم. بریم؟ کجا بریم بابا؟ من این بالا شکو بریم. بابا خانومه که خوشه. بیا پایین. یا پایین. ای وای، بیا پایین، یه چیزیت میشه. فقط یکم دور باش، وساطت کنه منو راه بده. پایین یا نه؟
کوچیم زلدان جان چه در میاری؟ یه رقم واسه بچه‌ها تو کو منم تو یه رقم واسه اکسیژن هم بردارم. بابا دیگه یه تختش واسه واسه گفتم. واسه گفتم. یا پایین. بابا واسه بابا خیر سر درد خونه چرا سه ایگو مو برات واسه بعد اکسیژن افتاده واسه بابا واسه رشتهشون تحصیل کردن. من تو اکسیژن دارم جون دارم و اکسیژنم تموم شد واسه داستان درست میکنم و درو باز کن. بابا گله بابا میگم سیروس مریضه ها کجا رفت؟ نگرانه شوهرت نباش بابا جان اون که دست سر کتن ما باید نمیگه بری خونه‌اش نگاش کن خوشیدا میگی ولش کن بابا جان شما برو داخل شما برو داخل جایی نمیده بالاخره همین جاست باشه بیا نگران نباش چند وقت بگذره دوباره برمیگردیم سراغشان. اصلا نمیتونه او پول برداشت بکنه، قوانین بانکی کلا عوض شده، باید به هزار دو جواب پس بده که 4.5 میلیارد از کجا آمده تو حسابش. نه مهم نیست، این پول قرار بود برای امر خیر خرج بشه، حداقل خیالم راحت افتاده دست آدم درست حسابی. درست حسابی؟ تا چند دقیقه پیش که همه بیماری های روانی براش هیجوی ردیف کردی، حالا یه اویی شد درست حسابی؟ دعواستی که حلوا که خیرات نمی کنن. اگه درست حسابی نبود اسم 4.5 میلیارد میشنید هر پیشنهادی میدادی قبول میکرد. اینم شانس ماستیه، وقتی آدم خورده شیشه دار ما خواهیم آن، آدم درست حسابی مخوره به پست ما. چرا اینطوری میکنی؟ شیشه دار بده ببخشید. آقا شما که همه وقت تو خونه بودی؟ آره کوچه هرم به دو بدو آمدم. عطا خانم شما به عنوان وکیل به من بفرمایید ببینم، یعنی هیچ راه دیگه بغیر ازدواج سودی وجود نداره؟ والا کم خطرترین راهش همینه. کم خطر؟ ایشان دو سال فقط خطر داره برای مدرس بگو برای کم خطره. خب نزنی خانم شما قسم بخور بگو به روح پدرم این پوله همش مال بچه بی سر پرسته. شما بیا بشین تو ماشین من از اول تا آخرش برای شما تعریف میکنم. خوبیت نداره تو هم الان چه خوبیت داره قشنگه وسط کوچه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلامتی؟ روز خوبی داشت باشی. خوبن خوبن. کس عاشق بی هر سرگردانه مالی ویرانه چاوی گریانه آی گریان گریان چاوت گریانه. فریده جان دو تا او چایای خوشگلت بریز بنیشیم کنار هم با آب نبات بخوریم و عشق بکنیم. چای تازه دم آماده است ولی آب نباتو شرمندم، قندت میره بالا برات خوب نیست. لوی قربونه اون چی شد برم نشونم بده اون چی شد خوشگلتو ببینم. اوخ 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 چشم خانم چشم بفرما دلرم وا وای کیفون این چه فصلیه این چیه این چیه او چیه این آه خانومه آه خانوم خوشگله است میبینی چه چشایی خوشگلی داره. خب بندازمش تو جکوزی یه حموم درست حسابی بکنه. این چه سر شکلی برای خود درست کردی؟ گفتم یه حرکتی بزنم بلکه مارم ببینی داشتی قربان صدقه ای میرفتی. آره نه بس بیا کمک و بندازمش تو آب میترسه. فریدم از سر کلمه تو آب میشورم. جاناتان کم بود اینم بیشش اضافه کردی؟ ببین این آهو خانومو پایین همین دره پیداش کردم،
دیوونکی اصلا جون نداشت فرار کنه، معلومه چند روزه هیچی نخورده. اینقدر دلم براش کباب شد، دلم براش تو بردمش سی تی اسکن، گفت یه چیزی شبیه در بطری تو حلقش گیر کرده، بر همین نمیتونه. اینو بردی سی تی اسکن؟ آره خب. فریدم از سردر میگیرم برام انبرنسا دود بکنی. وقتی نبردی سی تی اسکن؟ انبرنسا چشم مگه؟ خیلی هم عالیه. بعدش هم تقصیر من و توئه دیگه. اگه زباله هامون رو تو محیط زندگی اینا ول نکنیم، این اتفاقام نمیفته. الان من مجبورم با سرنگ بهش غذا بدم تا اینو از حلقش بکشم بیرون. فریده، این حیوان دوستی تو داره درست شبیه گاز پیکینیک دوستی من میشه. حواست به خودت هست؟ آره بابا حواسم هست. از رنگ سیبیل و موهاتم اصلا خوشم نیومد. شبیه پیکان سیروس شدی. فریده، پیکان سیروس چه ربطی به موهای من داره؟ ربط نداره؟ بوق مرسدس رو گذاشته رو پیکان 52، ربطی نداره؟ فریده، من این کار کردم به چشم تو جوان بیام. فریده، من حس میکنم جوانیم زود سپری شده. اون طوری که باید و شاید به تو معیار نرسیدم. حس میکنم که... چه بلایی شده این؟ دقیقا سر ساعتی که باید بهش مولتی ویتامین بدم خودش منو صدا میکنه. الهی دورت بگردم. بیا اینو نگهدار تا من بیام. مواظبش باشی ها. بیا حواست بهش باشه. بیا. من بگیرمش. آره بابا بگی بغلت نترس. چیزی نمیشه که. وایس همینجا عزیزم. قربونت برم. قیافشو. این چه قیافه ای بر خودت درست کردی؟ فریده منو جذابم. فریده من رو فرصت دارم برای خوشبخت کردن تو. فریده من ارزشش دارم تو خانه یکی منتظرم باشه. فریده تو گفتی عشق هیچ وقت تمام نمیشه. پس چه شد؟ آی 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 چه آخری آوردی که ایوانا. آی تو فیرودا. بابا یکی بیای نعمه بگیره. اون بالا آنتن جیره بندیه، تو اینجا میخوایی آنتن داشته باشی؟ بادوم بخور. بادوم هاشم خوشمزه است. آره اینجا نمیده که بهت خیسه. نه اینا تو مشت محمود آقا بود، آب داغ که ریختم مشتش باز شد، من ها ریخته بشون تو سال، ولی خون موندن الان دو ساله. این کابشن هم مال نبله کن، مال خودم نمیخونم. آقا روستا من هیچ سری باز نکنید. آقا من نمیتونم کلام بزنم، نه سلامتی برای انگشتا دارم پیانو میزنم من. خیر خودتو بیا، من خودم میخوام. بادم میزنی برای خوده. بیا خوشمزه است. درست اون لحظه ای که فکر میکردم برنده شدی باختی. گرگ پیر 4 میلیارد پولو نگه داشته بود، لحظه آخر رو کرد. اگه فقط 100 میلیونشو تو روستا پخش کنه عمرن یه نفر تو سمت ما بیاد. حالا هنون نرختی تو آبادی، همه قش کردن طرف زمین اون. بره. من میگم باید بریم کارگر خارجی بیاریم. کارگر خارجی که بیاریم باید دستمزدشو به دلار بدیم، چون تورم هم اینجا نوسانات بالا پایین میشه، میتونیم توش لفت و ریس بیاریم. آقا نوری آدم کینه‌ای نیست. آقا بریم بهش بگیم لنگ کارگریم، نیروی مزدشو برامون میفرسته. اول آدمو عوض میکنه، عوضم نکنه عوضی میکنه. ندیدی صبح منو مثل که آشغال انداخت بیرون؟ والا همیشه چند قدم ازش عقب بودم. عروسی زرش پولو دادم، عروسی باقالی پولو داد. موتورگازی خریدم با جیان اومد، جیان خریدم هیلمن سوار شد. دمپایی پوشیدم گیوه پاش کرد. گروبان دو شدم گروبان یک شد. دندون پر کردم ایمپلنت کرد. معدن طلا پیدا کردم 4 میلیارد پول رو کرد. یعنی خدایا دمت گرم. یه دفعه قشن بود من برنده بشم. خدایا ممنون نسم. هبای اصاف خدا آقا نوری آفریده که فقط شما رو ضایع کنه. دقیقا میگم مردم هم رئیش میکنم، ولی خدایی اگه این پول به حساب من اومده بود الان به عنوان بزرگترین سرکرده کارتل مواد مخدر امریکای جنوبی اعدامم کرده بودن. قشنگ گفتا؟ اصلا قشنگ و با مسما گفت. من؟ نه چیز خاصی نبود، یه دلنوشته خیلی معمولی بود. نه خیلی هم خوشخوشی بود. حالا من که البته این کارو نمی کنم با پدر زنم، ولی اگه یکی از این اهالی آبادی بیاد بگه که آقا این پول اختلاس شده و
داستان داره اومده تو حساب آقا جون، اون وقت مردم بعدشون میاد برمیگردن سر این زمین. من میدونم مردم اینجا هرچی باشه حساس از پول هرون بعدشون میاد. منم که با برادر زنم این کار نمیتونم بکنم. درست یا نه؟ فقط تنها کسی که اینجا میتونه این کار بکنه که با تو نورالدی نسبت نداره. نه یه نسبت دوری داریم خواه نوری. نوی امه مادر من میشه پسر خاله داماد آقا نوری. نه حلک والله، یعنی یه جوری من میشم پسر دختر دوماد برادر پسر خاله داماد آقا نوری. نه سلمان جان شلوغش نکن حلکی، اون کاری رو میکنی که من بهت میگم. چی کاری؟ ببین تنها شانس ما این هست که کسی از اینجا خبر نداره. این یعنی تا فرصت داری باید با یه نقشه دقیق و حساب شده نورالدین او بالا بکشیم. کامان و این هم معبد متروکه کوبالت روستای ما که یکی از زیباترین مناطق روستای کل کره خاکیه. حالا هر کی اینجا بودیم واو واو. رونق جان بی زحمت سابتایتل کردی. خب حالا بهشون بگو خیلی از دانشمندا محققا مؤلفا معتقدن دقیقاً اینجا که من ایستادم مرکز کره زمینه، مرکز ورد هفته دورون جیگو جونگشیم گوا گوانگسانی یونگیول دوی دگو هیو. ثانکیو رونق، ثانکیو. و بگو به همین دلیل بلیت بازدید از اینجا بسیار گران و بسیار سرسام‌آوره. پرسو ایب جان ریوگا 20 سایو. آره بهش میگم 20 دلار راحت بگیری از هر کدوم. من نمیگیرم ازشان. نه 20 دلار بگیری ازشان دیگه تو. یوشف دالو چو سایو. نفر 20 دلار بده. بگیری خب من خودم میگم. سوئنی دلار، سوئنی دلار، سوئنی دلار. سی، سی. گوه، ثانکیو. ثانکیو. این همه کش کجا دیدی ها؟ این همه کش کجا دیدی ها؟ وای تونل که میبینین اینجا، اینجا قرار بود قبلا راه پیدا کنه به قاره آفریقا. نو تاچ سیرو سوج کامان کامان. بیا همه بیا بفرمایید بفرمایید شما کامان کامان. بیا ندا که منسوشی کامان. اینجا قرار بود قبلا بخور به آفریقا گوش میدید، ولی پروژه عمرانی ما معمولا نصف نیمه میمونه. ولی یه رسمه این پروژه نصف نیمه تقدیم میکنه به آینده ما. اونا هم میشه تقدیم میکنن، اونا تقدیم میکنن به آیندگاه. آقای نورالدین خانزاده به شماره شناسنامه 40. بله محل سطور فرزند محمد نور محمد. بله تاریخ تولدم که 24/8. بله برحال به میمنت و مبارکی خواهد. باور بفرمایید که بنده اینجا هر کسی رو به عقد آقای در آوردم همون یک زمان. اما ده یازده تا بچه آورده عموماً هم پسر. ببخشید یک دانه نون میخوام. ببخشید البته من خلوتگی دختر زنگ میدیم.